ایونت ماهانه باشگاه رمز موفقیت امروز هم در تالار مجلل دانیال از مجتمع پلاتین برگزار شد. خانم یلدا اسفندیاری در دوران کرونا ساعات برگزاری این ایونت رو یا این نشست ها رو تغییر داده، از ساعت 11 قبل از ظهر تا ساعت 5 بعد از ظهر. قبل از ظهور کرونا شبها این مراسم برگزار می شد. امروز هم به خوبی برگزار شد. به خاطر رعایت همین پروتکل های بهداشتی تعداد کمتری از اعضا حضور داشتند و آقای مهندس محمد عطاردیان هم پس از چند جلسه غیبت امروز حضور داشتند و همینطور خانم سرکار خانم فرشته فضیلی هم که چند جلسه حضور نداشتند امروز حضور پیدا کرده بودند در نشست باشگاه رمز موفقیت که اعتبار خاصی به این نشست داده شده بود. غیر از این حضور آقای دکتر هومن زنگنه رئیس هیئت مدیره صنف طلا و جواهر هم یک شور و حال خاصی به این جمع داده بود. این جمع که از فعالان اقتصادی موفق هستند بیشتر با هم دیگه آشنا شدند، دیگر ارتباط خانوادگی با هم برپا کردن و ایجاد کردن و در این نشست ها هم بیشتر با هم صحبت میکنن، غیر از مبادله اطلاعات کاری گاهی اوقات شوخی میکنن، بازی میکنن، موسیقی گوش میکنن و امروز هم کسی آمد موسیقی رو اجرا کرده بود که خودش یک خاطره بود، آقای داوود آقاسی، فرزند نعمت الله آقاسی که آهنگای پدر رو اجرا کرده بود که مورد استقبال همه اعضا قرار گرفته بود. این نشست ها شاید در آینده نزدیک در فضای باز برگزار بشه که ما حتما خبرهای اون رو برای شما خواهیم داد. و اما میپردازیم به خبرهای دیگر. گفتیم فرزند آقای نعمت الله آقاسی، توجه کردیم به خبر دیگری که مربوط میشد به مسعود صادقلو، خواننده زیرزمینی که پس از ماها و سالها زیرزمینی بودن یا غیر مجاز بودن بالاخره موفق شد که دیشب شب گذشته در کیش کنسرت قانونی یا علنی برگزار بکنه که کار خوبی بوده. غیر از این هنرمند دیگری هم به خاطر همین مسئله مهریه که عده زیادی در بابت آن عده زیادی از جوانان در حال حاضر در زندان به سر میبرن و یک معضل شده برای ازدواج جوانان، خانم نیوشا زیغمی اظهاراتی کرده که امیدواریم مورد توجه دیگران هم قرار بگیره. این هنرپیشه گفته است همیشه در زندگیم از اینکه در مراسم خواستگاری صحبت از سکه و مهریه شود متنفر بودم. ایشون گفته مهریه من هم تنها یک سکه طلا بود. در هر صورت اظهار نظر کردن های این سلبریتی ها در این مورد شاید کمک بکنه به اونهایی که به خاطر مهریه دچار مشکل شدن و درگیری های خانوادگی زیادی به وجود اومده و زندان ها هم مملو شده از جوانانی که قادر به پرداخت مهریه خودشون نیستند. اما آقای دکتر قاسم علی حسنی، دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در مقابل اتفاقاتی که برای روغن صفهای که تشکیل میشه برای خرید روغن و افزایش قیمتهایی هم که روغن پیدا کرده و واقعا یه مشکلی شده برای خانواده ها، میگوید بسیاری از تجار اعلام آمادگی کردند که میتوانند با ارز آزاد روغن وارد کشور کنند اما گمرک اجازه واردات نمیدهد. این هم حرفی است که ایشون زده و اگر گمرک تجدید نظر بکنه و اجازه واردات بده مشکل روغن خانواده ها هم حل میشه. آقای دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم گفته خبر خوبی داده، گفته بخشی از ارزهای مسدود شده در کشورهای مختلف آزاد شده و داریم از آن
استفاده میکنیم. شاید همین ارزها موجب شده که قیمت دلار در چند روز گذشته پایین بیاد، اما امروز اندکی بالا رفته. دلار 22850 تومان، یورو 27200 تومان و قیمت سکه طلا هم بالا رفته. یک قطعه سکه طلا در کف بازار 10,345,000 تومان خرید فروش می شده. شاید به خاطر این بوده که هر اونس طلا هم در بازارهای جهانی با 5 دلار افزایش به 1,849 دلار رسیده و هر گرم طلای 18 عیار هم در بازار 1,275 تومان و 7 ریال خرید و فروش می شده. اما آقای باغانی، علیرضا باغانی، بورس نویس عصر ایران گفته است در مقابل، یعنی استعفای آقای حسن قالیباف رو معنادار توصیف کرده و گفته شاید اقدامات سیاسی و ورود بیش از حد اشخاص و مسئولین به بازار سرمایه موجب این استعفا شده باشه و نوشته هر بازاری که سیاسی شد عاقبت خیری نداشت، مثل سکه، مثل طلا، مثل ارز. و اما اینشون گفتن نباید سیاسی بشه، ولی آقای محمود وایزی رئیس دفتر روحانی نمیدونم چرا اظهار نظر کرده و گفته که به آینده بورس خوشبین هستیم و شاید به خاطر همین حرف هم هست که شاخص کل بازار سرمایه بورس تهران امروز با 33230 واحد افزایش روبرو شده. اما جو بایدن یا سخنرانی احساسی بایدن خیلی موجب شده که رسانه‌های همه جهان به اون توجه بکنن. جو بایدن هنگام پاک کردن اشک از صورت خود خطاب به جمعیتی که وی را راهی واشنگتن می‌کردن گفت می‌دانم در دوران تاریکی هستیم، اما همیشه روشنایی هست. همین موجب شده که جوی خوابالود رو به جوی اشکالود هم اضافه بکنن. کاری که آقای جو بایدن در ابتدای کارش کرده کاری بوده که شاید او رو زیاد جدی نشون ندن، آدم احساسی نشون بدن برای مقابله با این همه مشکلاتی که رو در رو داره. اما در مقابلش دونالد ترامپ در آخرین دقایق، آخرین ساعات خودش 150 نفر رو مورد عفو قرار داده که یکی از آنها استیو بنن، مشاور اسبق خودش بوده. این کار، اقدام خودش در دقایق آخر هم میتونه یک اقدام خوبی باشه. غیر از این موارد آقای ترامپ و آقای بایدن، باید بدونیم که آمریکایی‌های دیگری هم هستن که جمهوری اسلامی رو رها نمی‌کنن. یکی از سرسخت‌ترین های آنها جان بولتون هست. جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا گفتگویی داشته با دویچه وله آلمان. در این گفتگو خواستار سقوط رژیم جمهوری اسلامی ایران شده. او به دویچه وله گفته ایران، جمهوری اسلامی ایران، همواره از ارائه اطلاعات به ناظران بین المللی خودداری کرده و هیچگاه برای کنار گذاشتن برنامه تسلیحات هسته‌ای تصمیمی نگرفته است و ترامپ میبایست فشار بیشتری به جمهوری اسلامی ایران وارد میکرد که نکرد. و در پایان اشاره میکنم به یک یادداشت بسیار خواندنی از آقای دکتر صادق زیبا کلام. آقای دکتر صادق زیبا کلام در یادداشت خودش نوشته مجلس انقلابی امروز با دادن دو کارت زرد به جناب دکتر ظریف پاداش توهین او به وزیر خارجه فرانسه را داد. او در قسمت دیگری از یادداشتش نوشته ظریف فقط غربی ها و تندروها را از دست نداده، بسیاری از تحصیل کرده های کشور هم که زمانی ظریف را حلول مصدق می دیدند مدت هاست دست از وی شستند. شاید اگر ظریف به جای خدمت به ایدولوژی نظام تلاش میکرد یک مقدار هم منافع ملی را لحاظ کند، این چنین سرنوشت غم‌انگیزی پیدا نمیکرد که از همه جا رانده و از همه جا مانده شود.
باید بگوییم با آقای صادق زیبا کلام که این کار رو فقط آقای ظریف نیست، خیلی های دیگر هستن که در بیرون از مرز هستن، در لندن و این سو و اون سو با توییت های مختلف همون کاری رو میکنن که آقای ظریف کرده. اونها هم با این اقدامات خودشون نه در غربت دلشون شاد است و نه روی در وطن دارند.